سوال شده که چرا میگوییم شبکه، تاکیدن شبکه شورکیانی، اصلا منظور از شبکه چیست؟ اولا که این یه قرارداد اسمی ترمینولوژی خود ما بوده، از سال قبل رو این قضیه گذاشتیم. اون سیستم هوشمند و چون شبکه وار در واقع در عالم هستی مادی رو زیر نظر داره اینو گذاشتیم، اما در واقع ما یک اینترنت کیهانی رو داریم و ما همونطوری که توضیح دادیم سایت های مختلفی هستیم که به اینترنت وصل میشیم و از طریق این اینترنت به سایت های دیگه، خب به سایت های دیگه چیکار میکنیم؟ میتونیم مراجعه بکنیم، این سایت دو، این یک، سه و الی آخر. حالا این شما تجربه کردید که ما از طریق این اینترنت کیهانی میتونیم تو سایت های مختلف بریم و تجربه کردیم که هر کدوم از این سایت ها نیاز به حفاظت داره، چون ممکنه مورد هک شدن قرار بگیریم، یعنی هر سایتی رو میشه هک کرد، سایت های وجودی ما میشه قابل هک شدنه. این اساس هم جنگ تشعشعاتی و جنگ نمیدونم اینترنتی و این جنگ هاییست که داریم صحبت چی میکنیم. خب پس هر سایتی نیاز به چی داره؟ سیستم های حفاظتی داره. و جوجه گفت که مادرم ترسوست به خیالش که گربه هم لولوست. ولی شما میبینید که مثلا در علوم غریبه در چیزهای مختلفی چطوری میتونن برن توی سایتی، خب یه نفر رو هر کاری خواستن باش بکنن، میشه یا نمیشه؟ خب اگر گفتیم میشه یعنی رفتیم یه تحقیقاتی هم کردیم اونها، حالا فهمیدیم که میشه. بنابراین این مسئله شوخی نیست، این مسئله جدی است و حالا شما تجربه کردید که همچی چیزی هست، درست شد یا نه؟ حالا این اینترنت کیهانی ما یه نام دیگه شبکه، خب یه نام دیگهش شبکه است دیگه، که پوشش زیادی ایجاد کرده. آن چیزی رو که پوشش فراگیر ایجاد میکنه معمولا به نام شبکه شناخته میشه، شبکه شعور کیهانی، شبکه شعور الهی، شبکه نمیدونم هوشمندی الهی. اینها اسم مسئله اینجاست که این قرارداد بین ماست، تا منظور ما چی باشه، تا تعریف ما چی باشه. خب یک جا ممکنه که ما تونیم تمام این نامگذاری رو من خودم انجام دادم و بارها اعلام کردم که واقعا مشکل واجه پردازی داشتیم و داریم. خب و ممکنه هر آن ما یه اسمی رو بذاریم، یه اسم بهتری بذاریم، ممکنه در انتخاب یه اسمی اشتباه کرده باشیم، ممکنه خیلی از این مسائل خب امکان داره. مثلا من اینتر یونیورسال رو من ساختم سالها قبل برای اینکه در واقع یک چیز جهانی باشه، در مسئله پرس کنید هم این همین که در واقع بیاد بگه که یه تفکری مافوق تفکر ناسیونالیستی، اینترناسیونالیستی، اینتر یونیورسالیست. خب اینتر یونیورسال میخواد بگه که این بعد یعنی میخواد تفکر انسانو در سطح بالاتر تفکر نظام ملی‌گرایی و اینتر یونیورسال و بین المللی، از این منظوری نیست، منظور تفکر در سطح عالم هستی. حالا اینو من ساختم و بعضا اومدن گفتن که آقا این ریشهش کجاست؟ این کجای دیکشنری هست؟ خب نبود که ساختیم، اگه بود که نمی ساختیم که همچین به اصطلاح
ناجی رو نمی ساختیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما در سالها مشکل واجه پردازی بوده و مشکل واقعا واجه پردازی هست. همین الان تو تقسیم بندی موجود غیر ارگانیک من اومده از یه لفظایی که واقعا خنده داره، آزما بانان، حکمت بانان، پاسبانان، نمیدونم چی. خب چیکار کنیم؟ خب چیکار باید بکنیم؟ شما اگه جای ما باشین چیکار میکنیم؟ شما چه پیشنهادی دارید؟ خب از یه طرف میخوام با هم حرف بزنیم، با هم تبادل اندیشه داشته باشیم، از یه طرف خب باید یک چجوری چیکار بکنیم. حالا یکی میام میگه آخو مثلا فرض کنید که نمیتونیم ما چه سر در واقع برای این قضیه سخته داشتیم، حکمت بانان یعنی چی آقا؟ خب از این چیزایی که در واقع ایرادای بنی اسرائیل رو اینا میتونه بگیره. این قرارداد ما گفتیم که این هوشمندی همه عالم هستی رو در بر گرفته، مثل یک شبکه داره عمل میکنه. حالا استدلال من بوده، حالا گیریم که مثلا اشتباه کرده باشیم، این تعریفمون که دیگه اشتباه نیست که، این نامگذاری بوده، قرارداده، یه قرارداد اعتباری است. خب اما با تعریف‌های جدیدی که با تعریف‌هایی که داره میایم که در واقع اینترنت کیهانی، یعنی تعاریف جدیده که میخواد پوشش‌هایی رو ایجاد بکنه، بحث چگونگی انتقال ریکاوری و نمیدونم چی و این ترانسفر اینفورمیشن و نمیدونم چی ها رو انجام بده، در واقع معادل این قضیه همین اینترنت کیهانی، اینترنت الهی است.